به گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است اگر الکترال کالج یا مجمع گزینندگان به جو بایدن رئیس جمهور منتخب رأی بدهد و کاخ سفید را ترک ترک خواهد کرد. گزارشی در این باره. پرزیدنت ترامپ ضمن بیان این مطلب که در شرایط کنونی قبول کردن این موضوع برایش دشوار است، از پاسخ دادن به این پرسش که آیا در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت خواهد کرد، امتناع کرد. رئیس جمهوری آمریکا با این حال بار دیگر بدون ارائه مدرکی مشخص مبنی بر وقوع تخلفات گسترده در رأیگیری تاکید کرد که این انتخابات یک تقلب بوده است رسانه های آمریکا چند روز بعد از انتخابات 3 نوامبر اعلام کردند که جو بایدن موفق شده از 360 رأی مجمع گزینندگان بیش از حد نصاب 270 رأی که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری لازم است را به دست آورد. روند تایید رسمی انتخابات چند هفته طول می کشد. و مجمع گزینندگان در 14 دسامبر تشکیل جلسه می دهد تا نتیجه را به شکل رسمی اعلام کند. پرزیدنت هفته گذشته و به دنبال فشارهای فزاینده از سوی همهزبی های جمهوری خواه خود موافقت کرد که پروتکل‌های های اولیه ی انتقال قدرت آغاز شود. پرزیدنت گفت: من فکر می کنم که از حالا تا 20 ژانویه اتفاقات زیادی رو خواهد داد. تقلب‌های های گسترده کشف شده است. ما شبیه به یک کشور جهان سومی هستیم. با این وجود تلاش های پرزنت ترامپ و دستیارانش برای لغو نتایج در های اصلی چه از طریق طرح دعوا در دادگاه و چه با فشار آوردن بر قانونگذاران ایالتی تا کنون به نتیجه نرسیده است.